سلام آقای دکتر داریوش رحمانیان و سلام آقای دکتر کوروش احمدی، خیلی خوش اومدید به برنامه برخورد. آقای دکتر، خیلی جالبه، ماه اسفند هم سالمرگ دکتر مصدقه و هم سالگرد در واقع ملی شدن صنعت نفت، دو تا واقعه خیلی بزرگی که در واقع در این ماه اتفاق افتاده. ما میخواییم تو این برنامه برخورد اگر بشه به هر دو تا مورد بپردازیم یا هر دو تا مورد رو پوشش بدیم. شما بحث جالبی دارید در مورد تاریخ سیاسی جنازه که این رو میشه تعمیمش داد به تاریخ سیاسی جنازه مصدق، بر اساس در واقع گفته های شما که حالا یا استنباط من این هستش، جنازه سیاسی دکتر مصدق یا هر جنازه سیاسی دیگه بعد از گذشت سالها تبدیل به یک ابژه سیاسی میشه و هر کس از طریق و هر کس از رویکرد خودش و از نگاه خودش این ابژه سیاسی رو در واقع هم واکاوی میکنه هم جراحی میکنه. میخواستم در مورد این ایدهی که به نظر من ایده تازهی هستش کمی بیشتر خودتون صحبت کنیم. خواهش میکنم. با نام و یاد خدا من عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مجموعه دوستان شهر و همچنین خدمت آقای دکتر احمدی عزیز، با کسب اجازه از محضر شریف آقای دکتر احمدی، این موضوع سویه های گوناگونی داره و من به ناچار خیلی کوتاه گزیده و گذرا به پاره از این سویه ها اشاره می کنم و امیدوارم در آینده فرصتی پیش بیاد بتوانم به تفصیل در این باره سخن بگم. البته من سالهای دراز در این موضوع پژوهش کردم، یادداشت‌های فراوانی راجع به تاریخ جنازه محمد مصدق و مسائل و مباحث و روایت‌های مربوط به اون و حواشی اون گردآوری کردم، ولی خب به دلیل مشغله‌های مختلف پژوهشی و به هر حال حرفه‌ای تا کنون نتونستم خودم رو راضی کنم که اینها رو مدون کنم و انتشار بدم. اما واقعیت اینه جناب غلامی عزیز، این موضوع که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسه، شایسته پژوهش‌های مفصل و مستند و روشمند، من به جرأت میگم شاید بشه چند رساله نوشت درباره این موضوع، برای اینکه مخاطبان شما اجمالاً در جریان اهمیت این موضوع قرار بگیرن، من خیلی کوتاه اشاره میکنم. الان چند دهه هست یک شاخه‌ای در مطالعات تاریخی پدید آمده که به طور کلی معروف است تاریخ مرگ و پیشگامانی داره مثل فیلیپ اریه فرانسوی که یک کتاب راجع به تاریخ مرگ در اروپا نوشته و ترجمه فارسی اون رو هم دوست عزیز من آقای دکتر محمد جواد عبداللهی سالها پیش عرضه کرد و منتشر شد و یا کتاب‌های بعد از اون منتشر شدن مثل تاریخ اجتماعی مردن. و ما در مجله مردم‌نامه هم یک بحثی رو یه مدتی باز کردیم تحت عنوان گورنگاری تاریخی. گور، آرامگاه، قبرستان، هم به معنای عمومی کلمه یعنی قبرستان همه، هم آرامگاه‌های خاص، آرامگاه‌های مردان نامدار، حالا چه سیاسی، چه هنری، چه علمی، اینها در واقع موضوع مطالعه روشمند تاریخی میبایست قرار بگیرن. و در ایران و در زبان فارسی خب ما کارهای داشتیم به شکل سنتی، هممون میدونیم ما اساساً سنت مزارنامه نویسی داریم، سنت مزارات داریم، مزارات بلخ مثلا، شد الازار راجع به مزارات شیراز، یا مثلا خیلی از این کتابهای تاریخ محلیمون رو بخونید شما میبینید راجع به مزارات، گورها، رجالی که اونجا خوابیدن بحث میکنن.
یا مثلا کتاب تذکرت القبور که مال دوره قاجاری است و در ادامه همون کتاب کارهای مرحوم مصلح الدین مهدوی که راجع به تخت فولاد اصفهان نوشته شد. من الان حافظه میتونم انبوهی مقاله ها و کتاب ها که در شکل سنتی نوشته شدن رو یاد بکنم، چه در فارسی چه در عربی. اما در ژانر در واقع مدرن، در تاریخ نگاری مدرن، مسئله خیلی در واقع علمی و روشمند و با رویکردهای گوناگون کاوش میشه. ما در واقع میتوانیم بگوییم که جنازه از لحظه‌ای که تبدیل به جنازه میشه و بعد مراسم کفن و دفن و تشییع و بعد اینه که کجا میره، چرا اونجا میره و کجا نمیره، چه اتفاقی براش میفته، این روایت داره. این در واقع موضوع تأمل مورخانه میبایست قرار بگیره و یک بحث خیلی مهم اینه که ما همین موضوع رو از کجا میبینیم. یعنی اون سکویی که وای میسیم و نگاه میکنیم اون چه سکویست. چون ببینید ما همین موضوع رو میتونیم از منظر تاریخ اجتماعی ببینیم، از منظر تاریخ فرهنگی ببینیم، از منظر تاریخ سیاسی روایت کنیم، یا همه اینها باشن. یعنی در واقع یک جور پلورالیسم روشی ما داشته باشیم، رویکردهای متکثر و مرکب رو به کار بگیریم و بخوایم یک پژوهش همه جانبه و البته میان رشته‌ای تاریخی انجام بدیم. من معتقدم که در این که چهره محمد مصدق در فرهنگ سیاسی ما فررحمند شد و با این چهره فررحمند ایرانیان چند دهه است دارن زندگی میکنن و رفتار سیاسی، کنش سیاسی ایرانیان رو بدون توجه به چند و چون تأثیرات این چهره فررحمند و روایت هایی که فارغ از این که این روایت ها تا چه حد درستن یا نادرستن، چون من بارها عرض کردم من مسئلم اصلا اینها نیست، من تو حوزه‌ای کار میکنم که مربوط به روایت و حافظه تاریخی است و تو حوزه کریتیکال هیستوری تاریخ انتقادی که این بحثش رو چند بارم کردیم، الانم اینجا نیازی به تکرار نیست. فارغ از این که این روایت ها چه بودند، ببینید اینا در واقع در میدان جنگ روایت ها، جنگ های گفتمانی، کنش ما، رفتار سیاسی ما ایرانیان رو تحت تأثیر قرار دادن. مرحوم محمد مصدق حالا پیش از نهضت ملی و حتی پیش از دهه 20 یک چهره موجه و برجسته ملی نزد ایرانیان شده بود، به دلایلی که من بارها گفتم. همین چند شب پیشم ما در کلاب هاوس با آقای نیکولا گرجستانی و استاد محمد ترکمان بودیم، در این زمینه من باز اشاراتی کردم. ببینید در سال 1323 حسین مکی کتاب نطق‌های تاریخی مصدق رو گردآوری و منتشر می‌کنه. یعنی در اون لحظه‌ای که مصدق داره استارت در حقیقت حرکت ملی رو میزنه با اون سخنرانی معروفش در باره موازنه منفی و نقدی که میکنه به رویکردهایی که در سیاست خارجی ما مبتنی بر موازنه مثبتن، ما چون به انگلیسی ها در جنوب منافعی دادیم و امتیازاتی دادیم، به شوروی هم در شمال باید بدیم تا توازن برقرار بشه. مصدق میگه خب مثل اینه که یه مردی دست چپش انداخته باشن بگه چون میخواییم توازن ایجاد کنیم دست چپ هم بندازیم. این انقدر مسخره است. و از اونجا بحث موازنه منفی شکل گرفت و مصدق یک در واقع میخوام بگم که پیش از اون نزد ایرانیان در واقع یک چهره قهرمانگونه گرفته بود به دلیل کنش هایی که داشت در
قبل از حتی رضا شاه، بعد در دوره رضا شاه، در اون لحظه‌ای که داره خلع قاجاری اتفاق میفته که الان نمیخوام تفصیل بدم، موضوع بحث ما هم نیست. در دوره دهه 20 خب کنش مصدق، روش‌هایی که در سیاست ورزی داشت، چون من باز عرض کردم ببینید ما در سیاست ورزان تاریخ معاصرمون پاره چهره ها داریم که اینا صاحب دبستان سیاسی هستند، یعنی مکتب سیاسی دارن. مدرس صاحب یک مکتب سیاست ورزیه، احمد قوام صاحب یک مکتب سیاست ورزیه، محمد علی فروغی یک مکتب سیاست ورزی به گمان من داره و سرآمد اینها البته محمد مصدق. محمد مصدق صاحب مکتب در سیاست ورزی ایرانی و چهره های دیگری هم میشود نام برد که الان موضوع بحث ما نیست. مرحوم محمد مصدق در این فررحمند شدن چهرش، به جز این پیشینه ها، به جز خود دوره نهضت ملی، دو نقطه عطف بسیار برجسته وجود داره که باید مطالعه بشه، تعمق بشه به شکل روشمند. یکی همون لحظه سرنگونی دولت مردمی و ملیشه با کودتا در 28 مرداد و بعدم تبعاتش، یعنی محکمه نظامی و ماجراهای مربوط به اون که خیلی جزئیات داره. یکی هم لحظه مرگشه، در واقع با مرگ مصدق، با مرگ دنیوی، با مرگ جسمیش، مصدق یک زندگی تاریخی دیگری رو آغاز کرده که هرچه از اون ما میایم جلو میبینیم مصدق زنده تر شده. الان من و شما چرا اینجا نشستیم راجب مصدق، راجب این همه رجال چرا انقدر بحث نمیشه در طول سال؟ این دلیل اینه که مصدق در واقع مرگش مرگ تنشه، ولی از نظر خاطره و حافظه تاریخی و مسائل مربوط به روایت در ذهن و روح و جان و روان و خاطره و حافظه ملت ایران زنده شده و زنده تر شده در یه روند روزافزون. ببینید با مرگ مصدق و اتفاقاتی که از قبلش افتاده، خب مصدق در حسره، درسته 13 سال در حسره، کسی رو نمیذارن بره ببینش و محدودیت های گوناگون شامل حالش میشه. در آستانه مرگ هم که قرار گرفته به شدت رنجور، ضعیف، بیمار، پیشنهاد میشه که آقا مثلا بعضیا میگن بفرسیمت خارج درمان بشی، که خب حالا شاه مخالفه، خودش هم مخالفه، بعد میگن پزشک بیاریم از خارج در ایران درمان کنه که باز خود مصدق زیر بار نمیره و بعد میمیر. ما با این جزئیات الان کاری نداریم، ولی ببینید در اون لحظه ای که مرد دوباره یک تکونی به جامعه ایران وارد شد و در فررحمند شدن بیش از پیش چهره مصدق این خیلی مسئله داشت. من کوتاه ناچارم بگم چون وقت نداریم. ببینید از سال 1345 تا همین الانی که ما با هم داریم سخن میگیم، جنازه مصدق یک تاریخ داره، یک تاریخ سیاسی به ویژه داره. مرحوم مصدق وصیت کرده بود، هممون میدونیم که آقا من رو کنار شهیدان سیوم تیر در ابن بابوی خاک بکنید. طبق دستورات اسلام، احکام اسلام، وصیت یک مرده خب باید عملی بشه، تا کنون عملی نشده، این جنازه همچنان امانت مونده. خود احمد آباد تبدیل شده به یک آرامگاهی، درسته که خب حالا امانت در اونجا، اما شما میدونید هر سال ایرانیان دوست دارن که برن در اونجا مراسم برپا بکنن، و چه در دوره پیش از انقلاب چه پس از اون، همواره رفتن به این زیارت، به این در واقع بازدید از اونجا
تبدیل به یک امر سیاسی شده و خود این برخلاف به گمان من اون نظری که ارباب قدرت دارن در رشد و رواج محبوبیت مصدق و هرچه بیشتر فررحمند شدن این چهره تأثیر گذاشت، تأثیری قاطع. چون ببینید پیغمبر عزیز اسلام صلوات الله علیه و آله ازش یک سخنی نقله، هممون هم میدونیم، میگه الانسان حریصٌ علی کل ما منع. انسان نسبت به هر چه که هی منعش کنی جلوش رو بگیری حریص‌تر میشه. البته این فقط راجع به جنازه مصدق و آرامگاه مصدق نیست، بحث سر دراز داره. شما الان میبینید که آرامگاه کوروش هم چنین وضعیتی پیدا کرده، تا یه حدی مثلا قلعه بابک چنین حالتی پیدا کرده و اینا در واقع قابل بحث و بررسی هستن. من خواستم خیلی چکیده و کوتاه با توجه به اینی که وقت نیست، ولی این موضوع سویه های گوناگونی داره، تاریخی داره، شواهدی داره، باید از نظر تاریخ شفاهی هم روش کار کرد، اسناد، مدارک، گزارش هایی که تو طول این چند دهه تو روزنامه ها هست، توی نشریات هست، اعلامیه هایی که هست و هر حال کنش هایی که صورت گرفته، اینا بسیار قابل مطالعه هستند. اگر شما در مورد صحبت های آقای رحمانیان صحبتی دارید بفرمایید، وگرنه من سوالا خدمت برد. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر رحمانیان و همینطور خدمت مجموعه همکاران شرق. من شاید بتونم بگم همکاران شرق، چون به نوعی شاید همکار شرق هم محسوب بشم به خاطر یک ستون ثابتی که دارم در شرق و بسیار استفاده کردم. موضوع بسیار جالبی بود برای بنده و خب طبیعتاً من شاگرد ایشون هستم، دانشجو ایشون هستم و عرض خاصی در این مورد ندارم. نفت بپردازیم، جدیداً خیلی این در واقع رایج شده که میگن که خیلی اشتباه کردن که در زمان مصدق بحث ملی شدن صنعت نفت رو پیش گرفتن، چه بسا اگر شرکت ملی نفت ایران و انگلیس تو همون وضعیت بخش خصوصیش میمون، باعث میشد یا مشوقی میشد برای بخش خصوصی ما. چقدر این نظر به نظر شما تا حدودی قابل قبوله و کجاهاش به نظر شما جای انتقاد داره؟ ببینید کسایی که این بحث رو طی سالهای اخیر مطرح کردن در واقع یک جوری وارونه خوانی تاریخ دارن انجام میدن، یعنی دارن از جلو به عقب تاریخ رو میخونن، نه از عقب به جلو اونطوری که باید تاریخ خونده بشه. من فکر میکنم البته همه این دوستانی رو که این نظرات رو دارن نمیگم، ولی بعضی از این دوستان به دلایل سیاست روز سعی میکنن واقعیت هایی رو که در گذشته، فکت های تاریخی گذشته رو تطبیق بدن با شرایط روز به هر دلیل، تحت تأثیر نظرات سیاسی خاصی که بعضن ممکنه داشته باشن. البته بعضی هم نظراتشون محترمه و بر اساس برداشتهایی که دارن از تاریخ معاصر چون این نظری رو پیدا کردن. این نظر رو در هر حال من قویاً باش مخالفم، برای اینکه ببینید ما باید برگردیم به اون زمان، برگردیم به دهه 1320 و ببینیم چه میگذشت اون زمان. در درجه اول اون دوره دوره استعمار زدائی بود و استعمار زدائی در همه جهان، یعنی جنبش های ضد استعماری ما در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین همه جا شاهدش بودیم و نهایتا مثلا یک اوجش هند بود که آزاد شد. خب یه جنبش عظیمی در هند در جریان بود علیه انگلیس، در جوار مرزهای ما میگذشت. در عراق قبلتر از اون یک جنبش ضد انگلیسی در عراق ما داشتیم که شاید دو ماه هم حدوداً درگیری نظامی بین مخالفان انگلیس و نیروهای انگلیسی در جریان بود. یعنی یک چنین جنبشی در اون دوره زمانی برقرار بود. ارتباط این با ایران این هستش که میتونیم با قدری تسامح بگیم ایران یک جامعه نیمه مستعمره بود،
یعنی ایران مستعمره نبود، مستقل بود، ولی نفوذ دول استعماری در ایران بسیار شدید بود. روس‌ها خیلی از دهه‌های اون دوره در اواخر دوره تزار و در مقاطعی بعد از اینکه انقلاب بلشویکی انجام شد، بخش‌های شمال ایران در اشغال داشتن. پنج استان یا چهار استان یا پنج استان شمالی ایران خیلی وقتا در اشغال نیروهای روسی تزاری بود. در جنوب مثلا پلیس جنوب رو داشتیم، انگلیس نفتو داشت و بسیار موارد دیگه میشه ذکر کرد. امتیازی که انگلیس تونست بگیره، امتیاز دارسی، در دوران استعمار گرفته شد. یعنی یک کانسشن بود، یک امتیاز استعماری بود، امتیازی بود که دول استعمارگر از کشورهایی که مستقیما تحت سلطه‌شون نبودن، تحت استعمارشون نبودن، می‌گرفتن. این امتیاز دارسی یعنی رویالتی میدادن، حق امتیاز میدادن به کشوری که این منطقه رو در اختیارشون گذاشته برای اکتشاف و استخراج منابع و نوعی خودمختاری در اون منطقه اعمال میکردن. یعنی صفحات جنوب ما، خوزستان، تقریبا در کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران بود و این شواهد تاریخی متعددی داریم که کسان زیادی، افراد اون دوره، شهادت دادن که کاملا، یعنی اختیاری نداشته دولت مرکزی. دولت مرکزی در اونجا هر کاری میخواسته بکنه قبلا باید مستر چیکاک رو باش تماس میگرفته و رضایتش رو میگرفته، و اگر کسی سرخود دولت میفرستاده مجبور بوده 3-4 روز بعد برگرده تهران، نمیتونسته. این حالا امتیازات زیادی هم از قبل این امتیاز اصلی، امتیازات زیادی هم میگرفتن، مثلا فرض کنید ماده 14 قرارداد 1912 که اختیارات زیادی میده برای راه آهن و برای جاده سازی و برای فرودگاه و ساختن فرودگاه و بندر و لوله انتقال نفت و نفت اینها، یعنی که اینها استفاده های دیگه ای هم داشته. و بعد مهمتر از این، کنترلی که اینا روی اون منطقه موضوع امتیاز داشتن، برای اینکه بتونن امتیاز رو حفظ بکنن و خطری متوجه امتیاز نشه، احساس میکردن که نیاز دارن کل کشور رو کنترل بکنن، از جمله دولت مرکزی رو، از جمله در مورد خاص ایران که مجلسی وجود داشت، نیاز دارن که کسانی که تو مجلس میرن اکثریتشون حداقل احراز بکنن و کسب اطمینان بکنن که اکثریت این افراد مخالف امتیاز نیستن. این خب یه بچه مسئله این، و در سراسر جهان هم جنبش‌های ضد استعماری بود، انعکاسش روی افکار عمومی ایران بود. افکار عمومی در ایران از زمان مشروطیت شکل گرفته بود. ما قبلش چندان هم چیزی به اسم افکار عمومی نداشتیم. عاملیت مردم عادی رو در گذشته و قبل از این مشروطیت نداشتیم. مردم نظر داشتن، طبقه حداقل طبقه متوسط با سواد شهری به میدون اومده بودن. در جریاناتی در دوره رضا شاه، ما این در دوره رضاخان سردار سپه خب این رو دیدیم، مثلا جنبش ضد جمهوری خواهی که به راه افتاد و در فروردین 1303 اون تظاهراتی که جلوی مجلس علیه رضاخان انجام شد، خب اینا نشون میداد که یه افکار عمومی در ایران شکل گرفته. همین افکار عمومی مهر خودش رو به وقایع و حوادث در دهه 1320 هم زد. مسئله این نبود که یک نفر مصدق باشه یا یک نفر که فرض کنید بقایی باشه یا مکی باشه یا هاریزاده باشه یا ایکس باشه یا ایگرک باشه بتونه یک همچی جریان عظیمی رو ایجاد بکنه. این یعنی یک جور تعامل بین کنشگران سیاسی و سیاستمداران و عامه مردم شکل گرفته بود که اینا همدیگر رو در جهت یک هدفی تقویت میکردن و به پیش میبردن. این استش که از آذر 1323 که بحث ممنوعیت اعطای امتیاز شمال، نفت شمال به شوروی مطرح شد و اون ماده واحده رو مصدق داد و ممنوع کرد اعطای امتیاز رو، که آقای دکتر به درستی بحث موازنه مثبت و موازنه منفی رو مطرح کردن و در اون سخنرانی معروف دکتر مصدق که ما قرار نیست که به جنوب اگه یه امتیازی دادیم عین اون رو هم در شمال به شوروی بدیم،
نباید این کارو بکنیم و من کرد اون ماده واحده اساساً اعطای امتیاز رو. حالا بعضیا اشتباهاً میگن تا پایان جنگ نه اینطوری نبود، اون ماده واحده میگه اصولاً اساساً اعطای امتیاز بهره برداری به قدرت‌های خارجی استعماری اون زمان ممنوع است و کسی که این کارو بکنه بین سه تا کسانی که چنین مذاکره‌ای رو انجام بدن بین سه تا 8 سال زندان دارن. و اینکه ایران باید با شرکت میتونه با شرکت‌های خارجی مذاکره بکنه برای اینکه خودش منابع خودش رو استخراج بکنه با کمک کارشناسی مثلا خارجی و اینها. این نقطه شروعی بود. نقطه شروع نقطه عطف دیگه قرار ده به اصطلاح اون تصمیمی بود که مجلس در رد قرارداد قوام ساجیکوف گرفت در آذر 26. اون مثلا ماده واحده‌ای که تصویب شد یک شق ثانی یا ثالث هم داشت که میگفتش که دولت رو مکلف میکرد برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب. و این در واقع یک حرکتی رو شروع کرد برای استیفای به اصطلاح حقوق ایران. در آذر 23 با اینکه فقط نفت شمال مد نظر بود، کسانی صحبت از لغو امتیاز لغو قرارداد 1312 رو مطرح کردن. غلام حسین رحیمیان نماینده قوچان مشخصا مطرح کرد که حالا مصدق مخالفت کرد در اون شرایط، حالا ایران در اشغال بود و به دلایل دیگه ای که حالا خارج از این بحث نمیخوام طولانی بشه موافقت نکرد که در اون مقطع زمانی، و توضیحی هم برای رحیمیان در خونه داد که ایشون رو متقاعد کرد. در این جریانی بود که شروع شد مثلا و بعد مسئله دیگه غیر از بچه استعماری و نفوذ و سلطه بر سیاست ایران برای حفظ امتیاز نفت، مسئله خسارت هایی بود که از ناحیه قرارداد به ایران وارد می شد. یک مسئله قرارداد 1312 بود. قرارداد 1312-1933 به مراتب از امتیاز دارسی خسارت بارتر بود. این موارد رو با یکی از دوستان ما صحبت میکردیم، گفتم من حاضرم تو یه جلسه بشینیم قرارداد امتیاز دارسی رو بذاریم، اون قراردادم بذاریم ماده به ماده بخونیم و من نشون بدم که چرا خسارت بارتر بود. حالا غیر از اون 32 سال تمدیدش، اون که خب فوق‌العاده بود اصلا از نظر خسارتی که به ایران وارد کرد، ولی بقیه موادش هم همشون نسبت به قرارداد دارسی، به امتیاز دارسی عقب‌گرد بود. بعد از اینکه حکومت رضا شاه فرو پاشید، اعتراض گسترده‌ای نسبت به اون قرارداد برپا شد، اعتراض گسترده‌ای نسبت به اجحاف کمپانی شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران شروع شد. مثلا فرض کنید برای اینکه طولانی نشه چند موردش رو عرض بکنم، این شرکت اجازه نمیداد ایران هیچ گونه حسابرسی از شرکت داشته باشه. دفاتر شرکت به روی ایران بسته بود و بسته بودن دفاتر شرکت به روی ایران، اینکه ایران 16% سهیم است از سود خالص مطابق امتیاز دارسی یا 4 شیلینگ در هر تن شریک است مطابق 1312، اینا اصلا بلا موضوع بود، برای اینکه ضمانت اجرایی براش وجود نداشت. یعنی انگلیس هر رقمی رو که اراده میکرد به ایران میداد، میگفت این سهم تو. و مسئله این بود که از این ناحیه مشخص بود که خسارت زیادی داره به ایران وارد میشه و در دولت‌های متعدد از بعد از اینکه نفت در جنوب یافته شد، استخراج شد، با شرکت درگیر بودن. یعنی در هر مقطعی و به هر وسیله‌ای سعی می‌کرد که از اون به اصطلاح حق امتیازی که به ایران میده بزنه و کم بکنه. یا مثلا فرض کنید یک موردش در 1947 که یه بیلانی از کار شرکت در دسترس هست، از 41 میلیون لیره یا پوند درآمد سود شرکت 15.2 یا 8 به عنوان مالیات به دولت انگلیس رسیده. خب شرکت در ایران تأسیس شده، منابع ایران رو داره استخراج میکنه، چرا باید به اصطلاح سهم شیر و بیشترین سهم به عنوان مالیات به دولت انگلیس داده بشه؟ محاسبه شده بود که اگر شرکت نفت انگلیس و ایران فقط گمرک برای وارد و خارج کردن به اصطلاح
لوازمی که وارد میکنه و نفتی که خارج میکنه بپردازه، درآمد ایران بیشتر از اون حق و امتیازی میشه که به ایران داده شد. و اینها همه در شرایطی باز شکل گرفته بود که در آمریکای لاتین تحولاتی داشتیم، در آرژانتین نفت ملی شده بود، در مکزیک نفت ملی شده بود، در ونزوئلا قرارداد 50-50 بسته شده بود و اینا همه تو رسانه‌های ایران انعکاس پیدا می‌کرد. آرامکو با عربستان داشت در مورد 50-50 مذاکره می‌کرد و نهایتاً یکی دو ماه قبل از اینکه نفت در ایران ملی بشه 50-50 به تصویب رسید و اعلام شد در عربستان، مورد عربستان که انگلیس اصرار کرده بود به آرامکو که شما اینو اعلام نکنید یا عقب بندازید یا اعلام نکنید. ببینید خساراتی که از ناحیه شرکت به ایران وارد میشد مسئله ای بود که مورد توجه افکار عمومی قرار داشت و این مسائل باید به نوعی بهش پرداخته میشد. کسانی که میگن اون کار اشتباه بود، خب یه سوال اساسی که باید جواب بدن این است که این قرارداد 1312 تا 1381 یا 1933 اگه بگیم تا 1993 باید ادامه پیدا میکرد. خب یعنی چی؟ یعنی آیا شرکت نفت انگلیس و ایران باید به همون شکل تا 14 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی در 1993 آیا به همون شکل باید به کارش ادامه میداد؟ اصلا امکان پذیر نبود همچین چیزی. در شرایطی که در آمریکای لاتین ملی کردنها شروع شده بود، شوروی بعد از انقلاب بلشویکی نفتش رو ملی کرده بود، آرژانتین در 1922 نفتش رو ملی کرده بود، مکزیک همونطور که عرض کردم در 1938 نفتش رو ملی کرده بود و از 1960-61 ملی شدن نفت در کشورهای خاورمیانه شروع شده بود. عراق و مصر و برمه در آسیا جنوب شرقی و نمیدونم لیبی و اینا نفتاشون رو شروع کردن به ملی کردن. الجزایر اینها نفتاشون رو شروع کردن به ملی کردن. به هر حال نفت ایران اگر در 1950 ملی نمیشد 1961 باید ملی میشد. هرچند حالا بر اساس دارسی 1961 پایان امتیاز بود و تمام دارایی شرکت و 16% از کل دارایی شرکت‌های تابعه شرکت نفت ایران انگلیس در همه جهان مال ایران می‌شد. ولی در هر حال بر اساس قرارداد 1933 هم که حساب بکنیم در دهه 60 دیگه همه داشتن نفتشون رو ملی می‌کردن. خب ما اگر نفت در 1950 ملی نمی‌کردیم 1960 باید ملی می‌کردیم. نمیتونست ایران تنها کشوری باشه که نفتش در کنترل یک دولت استعماری باشه. بسیار دکتر. بالا در ارتباط با سوال هست من خدمتتون می‌پرسم. آقای دکتر رحمانیان شما به نکته خوبی اشاره کردین. من مایلم از شما کمک بگیرم بگم که آیا این در واقع ابژه سیاسی یا این جنازه‌ای که تبدیل به ابژه سیاسی میشه آیا نمیتونیم بگیم که در زمان کنونی میتونه یک سوژه سیاسی قلمداد بشه؟ چون سوژه سیاسی توش یک توان سیاسی برای عمل سیاسی هم وجود داره. چقدر این در واقع مصدق هنوز واجد یک سوژه سیاسی شدن هست؟ فراوان میشه خیال کرد البته و باید ببینیم اگر اتفاق بیفته چه پیامدهایی داره. ولی در عالم خیال شما خیال بکنید که الان وصیت عملی بشه و آرامگاه مصدق بره در کنار شهیدان سی تیر در ابن بابوی دفن بشه. خودتون پاسخ بدید. خیال بکنیم هممون چه اتفاقی میفته. ببینید فکر نمی کنم دیگه اصلا رفتن به اونجا غیر قابل کنترل باشه. یعنی اگر جنازه مصدق بره در ابن بابوی قطعا به یک ملی بیمانند تبدیل میشه و بعد پیامدهای خیلی بزرگی خواهد داشت. و دلیل این که نه در این روزگار در این چند دهه چون این اجازه ای دادن، نه در این چند دهه و در اون دوره اجازه رفتن به احمد آباد صادر میشه، چیزی جز این نیست که این در واقع یک امواج نیرومندی رو در
سپهر سیاسی ایران ایجاد میکنه. و ببینید مسئله فقط مربوط به شخص مصدق نمیشود، ما این رو باید خیلی بهش توجه بکنیم. مصدق خواه نخواه نمادی شده است از همه آرزوها و آرمانهایی که ایرانیان در سر میپرورانند و میپروراندند برای آزادی، قانونمداری، مردم سالاری، مدارا، رواداری در عرصه سیاسی و اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی. و بنابراین در واقع تجسم اون خواسته های برآورده نشده، آرزوهایی که تحقق پیدا نکرده اند هست. این جنازه در واقع اگر به شکلی آزاد در یک آرامگاهی قرار بگیره که همگان برن در اونجا و تبدیل به یک میدانی بسیار اثرگذار برای کنش سیاسی خواهد شد. و ببینید همواره این نماد یا این مجسمه اون آرمان‌ها و آرزوها و مطالباتی که حالا برآورده نشدن یا سرکوب نشدن رو یادآور خواهد. بنابراین گونه‌ای از تحرک سیاسی غیر قابل کنترل ایجاد خواهد کرد، چون مصدق فارغ از حالا نقدایی هم که میشه به گوشه های از کارنامش، تصمیماتش وارد کرد، اما حقیقت اینه که ببینید شما وقتی مصدق رو مطالعه میکنید در بین رجال سیاسی تاریخ 200 ساله اخیر ایران، حالا قبل رو کاری نداریم، شما میایید این رو قرار میدی، میبینید که از نظر عمل به آن چیزی که وعظ و تبلیغش میکرد، یعنی اینکه عامل بود به آن چیزی که میگفت و میخواست و طرح میکرد، به یه معنا شاید بشه گفت در صدر و بیماننده. یعنی از نظر من اگر حمله بر مبالغه نشه و مخاطبان شما گمان نکنن من مصدق پرستم، نه من چنین نیستم، من اصلا روی کردم مردم نام نویسیه که ضد تاریخ شخصیت ها و شخصیت زدگی و قهرمان خویی و قهرمان جوییه. اما خب یک قهرمان مردمی و ملی اگر ما بخوایم در تاریخمون پیدا بکنیم، در صدرشون محمد مصدق، و از نظر من محمد مصدق حتی از امیر کبیر بالاتره. به این دلیل که ببینید شما کارنامه این مرحوم مصدق رو تو دوره زمامداریش بخونید، حالا بعضیا متهمش کردن به اینی که عوام فریب بود، دیکتاتوری خیابانی را انداخته بود و اختیاراتی که از مجلس گرفت ناقض اصول مشروطه بود و امثال اینها. ولی شما ببینید در تاریخ خودتون کدام چهره سیاسی نشسته بر سریر قدرت، اونم با چهره فرهمند رو پیدا میکنید اینقدر در برابر مخالفانش، دشمنانش مدارا کنه؟ حتی از نظر ما از این جهت اتفاقا این یه جور شاید کاستی شخصیت سیاسی مصدقه. یعنی این که یه جاهای آدم وقتی میخونه میگه خب دیگه چرا اینقدر سستی میکنی و کوتاه میای؟ ببینید در طول این 27 ماه و اندی زمامداری توپخونه رسانه‌ای مخالفان مصدق شب و روز داره روی این مرد کار میکنه، انواع و اقسام افترا و تهمت داره بهش میبنده، تکفیرم که میشه،
تفسیق هم که میشه. بعد شما میبینید از طرف حتی اونایی که به ظاهر همراهش بودند چه اتهاماتی بهش بسته میشه که من الان وارد جزئیات نمیشم. در اون روزهای طوفانی بین کودتای اولی که شکست خورد تا کودتای دوم، شما مدارای مصدق که حالا بعضیا میگن سستی هستن، شما اون رو هم مطالعه و بکنید و مورد مدقق قرار بدید. خب چنین کسی، چنین در واقع زمامداری در تاریخ ما، شما برید نمونه های دیگرش رو برای من پیدا بکنید و بگید. بنابراین مصدق سمبوله، در واقع نماده برای مردم ایران در راهی که ایرانیان الان، حالا اگر ما بخوایم پیشا مشروطه رو هم حذف بکنیم که نباید حذف بکنیم، چون ما سنت دموکراسی خواهیمون، قانون خواهیمون، آزادی خواهیمون، روندش از دهه ها قبل از مشروطه شروع شده، ولی اینو بذاریم کنار. ببینید الان ملت ایران از انقلاب مشروطه تا کنون حدود 120 سال پیشینه قانون خواهی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی دارد. مصدق به گمان من نماد کل تاریخه، یا بهتره بگم برجسته ترین نماده اینه. چون این نمادی رو شما حالا بخواید بیاید براش یک جایی بسازید به نام آرامگاه، خب اون آرامگاه نماد بزرگتر و ملموستری خواهد شد. بنابراین اینه که چرا، ببینید ما باید این پرسش رو مطرح کنیم، چرا این جنازه الان از سال 1345 تا 1402 به همین شکل باقی مونده؟ یعنی اجازه یک حفن و دفن رسمی و طبق آیین اسلام، چون مصدق مسلمان بود دیگه، معتقد بود، هم خودش هم مادر گرامیش و هم به ویژه پدرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر. شما آثار میرزا هدایت الله وزیر دفتر رو بخونید، من خودم چون کار کردم راجع به این مرحوم، آثارش رو موشکافانه بررسی کردم، چند تا مقالم با همکار خودم خانم دکتر حاتمی درباره ایشون نوشتم. مصدق مسلمان که پدر و مادرش انقدر اعتقاد دارند، وصیت نامش راجب جنازش عملی نمیشه، عملی نشده. خب به این دلیل که اگر عملی میشد و عملی بشود، در یک نمادی در ایران شکل خواهد گرفت که خیلی سخت کنترلش. همین الان ببینید من مثال زدم برای که ذهن خوانندگان شما، مخاطبان شما، خب متوجه ژرفای موضوع و پیچیدگی هاش بشه. آرامگاه کوروش مسئله مگر نیست؟ چقدر مسئله مهمیه. هفته آبان هر سال یه جنب و جوشی شکل میگیره. این سوالی که در واقع میشه مشترک در موردش بحث کرد، این که مصدق و دیپلماسی ایرانی، برخی معتقدن که در واقع مصدق باعث شد که دیپلماسی ایرانی به انحراف کشیده بشه و به نوعی تبدیل به حق و باطل بشه، یعنی یک چهره حق و باطلی به دیپلماسی داد. از این منظر خب فکتایی هم که میارن فکتای غیر قابل انکاری نیستش، و این حالت در واقع سیاست یا دیپلماسی حق و باطل همچنان گویا ادامه داره، یعنی این پیوستگی رو حتی میارن تا الان و میگن که این در واقع دیپلماسی حق و باطلی هم که الان وجود داره نشأت گرفته از همون دیپلماسی مصدقه، ضد غربی مصدقه. تا چه میزان میشه روی این بحث کرد حالا شما آقای دکتر؟ من فقط کوتاه بگم، ببینید عرض کردم چند شب پیش
در کلاب هاوس ما با آقای نیکولا گرجستانی و استاد محمد ترکمان توسط دوستان ایران فردا یه نشستی داشتیم، یه تقریبا 3 ساعت و خورده، شاید 4 ساعت طول کشید و از من وقتی عنوان خواستن من همین عنوان رو دادم، مصدق و دیپلماسی ایرانی. چکیده عرض کنم آقای غلامی، حالا تفصیلش رو اونجا عرض کردم. نه، این یک حرف در واقع بیپایه است که ما بگیم میراث مصدق بود که این حق و باطل و آمریکا ستیزی و غرب ستیزی رو در واقع ایجاد کرد. در پیوند با پرسش پیشینتون هم قرار میگیره که دوست عزیزم آقای دکتر احمدی خیلی خوب و جامع هم پاسخ دادن، در پیوند با اون من عرض بکنم. ببینید، این خیلی ساده کردن مسئله است که ما بگیم که اگر ایرانیان با انگلیسی ها می ساختند و بعد شرکت خصوصی تشکیل می دادند، بعد این اتفاقات نمی افتاد، گرفتاری ایجاد نمی شد. خیلی خوب آقای دکتر احمدی اشاره کردن. من یه چیزی اضافه کنم. ببینید، این نوع نگاه و این نوع تحلیل، والا من نمیگم مغرضانه است، ساده لوحانه است، چون فقط به یه طرف توجه میکنه، اصلا متوجه این نیست که ما در سیاست خارجی، در سیاست بین الملل، در دیپلماسی ما یه میدان بازی داریم، عوامل گوناگون در درون اون میدان با هم دارن رقابت میکنن و وقتی ما تاریخمون رو مطالعه میکنیم میبینیم اساساً رفتارهای تند و ناروای انگلیسی ها و شرکت انگلیسی و دولت انگلستان هست که این زمینه رو داره فراهم میاره. یعنی به عبارت بهتر باید از این دوستانی که این تحلیل رو ارائه میدن، این نگاه ها رو دارن، پرسید که مگر انگلیسی ها چنین اجازه رو میدادن، چنین چیزی رو رضایت بهش میدادن؟ خب تاریخ رو خوب بخونیم ببینیم انگلیسی ها حتی موقعی که بحث تنصیف شکل گرفته بود در دهه 20، الان آقای دکتر احمد اشاره کرد، خیلی از آمریکایی ها ناراحت بودن از شرکت، از در واقع کارتل بین المللی نفت ناراحت بودن که چرا رفتی به این مسیر، این داره زیر پای ما رو خالی میکنه. و ایشون اشاره کردن که حتی با پخش خبرش اینها در واقع مخالف بودن. چرا مخالف بودن؟ چون به کمتر از اون منافع نامشروعی که تا اون زمان در ایران داشتن راضی نمیشدن. از نظر اونها شما ببینید حتی برتران راسل، چرچیل رو ول کنید، بقیه دولت مردانشون رو، برتران راسلی که بعداً در جنگ ویتنام چه کار میکنه؟ اون همه موضع میگیره که آمریکا اخراجش میکنه دیگه. جناب برتران راسل هم در واقع در یک گفتمانی قرار گرفته، وزیر سلطه اون میگه نه آقا، این نفت بین المللیه و حق به ماست که در اونجا در واقع تصرف داشته باشیم. انگلیسی ها حق انحصاری خودشون میدونستن این سلطه بر منافع نفتی، منابع نفتی ایران رو. بنابراین حالا اینی که ما بگیم مثل خیلی ها متاسفانه بله حق و باطل شدن این تعارضات دیپلماتیک ما با غرب نتیجه عمل مصدق و اندیشه مصدق و میراث مصدق بوده، این یعنی بدخوانی تاریخ و ساده کردن مسائل بسیار پیچیده تاریخ و سیاست و دیپلماسی. و این که من در اون نشستی که چند بار ذکرش رو کردم همین هفته پیش اتفاق افتاد، با شواهد گوناگون، اینجا فرصت ندارم بگم، ببینید شما برید مطالعه بکنید مذاکرات دوره قبل از رضا شاه رو با انگلیسی ها مطالعه بکنید. من یه شمه از اینا رو در حدی که توانستم دقیق در کتاب ایران بین دو کودتا آوردم. مذاکراتی که در دوره رضا شاه شروع میشه، تیمورتاش با کدمن، تیمورتاش در رأس این مذاکرات، اونم برید اسناد و شواهدش رو مطالعه بکنید،
بعد بیایید مذاکرات مرحوم محمد مصدق و دولتش رو هم مطالعه بکنید، خودتون بسنجید ببینید آیا مصدق یک آدمی بود بلند پرواز، رویا پرداز که مثلا منطق سیاست بین الملل رو نفهمه، ایدئالیستی برخورد بکنه، حلقه اقبال ناممکن به جنبانه، یا نه یه آدمی بود که حاضر بود واقعا گفتگو رو درش رو باز نگه داره، مسئله غرامت حل بشه، مسائل دیگر حل و فصل بشن. و واسمون باشه مرحوم محمد مصدق در واقع سوگند به وفاداری به قانون اساسی به عنوان نخست وزیر خونده بود و همیشه میگفت که بابا جان من به عنوان نخست وزیر ایران مکلفم و ملزمم که قانون ملی شدن نفت رو اجرا بکنم. قبل از اون هم ماجرای اینه که اصلا فکر ملی شدن از کجا در آمد، چجوری شکل گرفت، خودش تفصیلاتی دارد که ما الان وقت نداریم بهش بپردازیم. مرحوم محمد مصدق در واقع می شود گفت که همین جوری که آقای دکتر صالحی به دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ببینید یک فرد نیست که صرفا این فکر رو مثلا این فکر رو مصدق اول مطرح نکرده، این فکر پیشینه داره. اشاره کردن در جاهای دیگر اتفاق افتاده، مسئله تنصیف در میان آمده، پیشینه جفاهای انگلیس روبروی هم است. شما کتاب مرحوم ابوالفضل لسانی رو که سال 1329 منتشر شده، یعنی در اوج نهضت ملی، طلای سیاه بلای ایران، برید بخونید با دقت گزارشی که این مرحوم سناتوره، ابوالفضل لسانی سناتوره، این سناتور گزارشی که داره از جفاهایی که شرکت نفت و دولت انگلیس به ملت ایران کردن رو با اعداد و ارقام یکی یکی گزارش میکنه. پس اینی که ما هی بگیم مرحوم مصدق چنین کرد، مرحوم مصدق چنان کرد، اساسا نادیده گرفتن اون گفتمان غالب زمانه و اون زمینه و اون سپهر، اون جویه که حاکم بر زمانه شد. مسئله فقط مربوط به نیت و اراده و سلیقه و دیدگاه یه شخص نیست. نباید تاریخ نهضت ملی رو ما شخص محورانه روایت بکنیم، باید مردم رو ببینیم، زمانه رو ببینیم، اون جو جهانی رو درک بکنیم که آقای دکتر احمدی بهش اشاره کرد. یعنی در اون زمانه اساساً استعمار ستیزی سکه رایج بعد از جنگ جهانی دوم. مسئله فقط ایران نیست، هند بلند شده، استقلال پیدا کرده، چهره قدسی گاندی در واقع رو جهان تأثیر گذاشته، مردم رو به هیجان آورده. بعد در جاهای مختلف جهان شما در آفریقا نگاه بکنید مبارزات چجوری شروع شده. خب در ایران هم در واقع ما باید مسئله رو اینجوری ببینیم و این یه کمی فکر میکنم مقرضانه است یا بی‌انصافیه یا ناشیانه است که هی بیان فقط بگیم میراث مصدق چنین بود، شخص مصدق اینجوری بود. مثلا میگن مصدق پوپولیستی بود که به ناروا سیاست رو خیابانی کرد، منظورشون اینه که سیاست رو عوامانه کرد، عوام زده کرد. مصدق کسی بود که قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، چون گفت هر جا مردم هستن مجلس اونجاست. نه، مصدق این گفتارهاش رو در متن اون تاریخ بخونی. یه نکته ای رو که باز آقای دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، منم دوست دارم به سهم خودم به عنوان کسی که تو حوزه فلسفه تاریخ خب دغدغه دارم، کار میکنم، یه اشاره بهش بکنم. ببینید مخاطبان شما آقای غلامی خوبه که به این توجه بکنن، تاریخ پیچیده ترین معرفت هاست به دلایل گوناگون. یه دلیل سادهش میدونید چیه؟ ما به عنوان موجوداتی که تاریخمندیم، در تاریخ زندگی میکنیم و تاریخ داریم، وقتی الان این رویداد رخ میده، این رویداد رو
در ظرف او زمان و مبتنی بر قبلش تنها نمیتونیم داوری کنیم. رویدادهای پسینی رو داوری های ما رو اون رویداد تأثیر میگذارند. این خیلی مسئله مهم و پیچیده ایه. به عبارت دیگر ما مثلا ببینید یه مثال بزنم تمام کنم، میگیم مدرس کاش با جمهوری رضاخانی مخالفت نمیکرد، بعد متهمش بعضیا میکنن به اینی که نمیفهمید، ساده اندیش بود، خام بود، نمیدونم مرتجع بود. حواسشون نیست که بابا مصدق کف دستش بو نکرده بود که جریان رویدادها میره به این سمت که قاجاری خل بشه دو سال بعد و به جای جمهوری سلطنت رضا شاهی بیاد. تازه فرض میگیریم جمهوری هم میشد، مگر چه اتفاقی میافتاد؟ ببینید این خانش یعنی اینی که شما میاید مدرس سال 1302 رو، کنشش رو بر اساس رویدادهای بعدی داوری میکنید، یعنی نتایجی که او علم غیب نداشته. مصدق هم همینه. ما میگیم مصدق چرا آخرین پیشنهاد رو نپذیرو، ای کاش میپذیرو و ما دوچار انسداد سیاسی نمیشدیم. خب مگر مصدق کف دستش بو کرده بود که قراره چیزای اتفاق بیفته؟ تازه گیریم چشم‌اندازی هم برای روشن شده بود. بابا مصدق همه پیشنهادایی رو که شد، منم که الان مطالعه میکنم به همین نتیجه میرسم، همه اینها رو به درجات البته ناقض قانون ملی کردن صنعت نفت ایران میدونست و او خودش رو متعهد به اجرای اون قانون میدونست. حالا اینی که من بیام بعد از 60 سال 70 سال بشینم بگم مصدق چرا پیشبینی نکرد که چنین و چنان میشود، این خارج خواندن یعنی بر اساس رویدادهای پسینی رویداد پیشین رو به داوری نشستن. البته ما ناگزیریم، البته اگر با اصول و منطق و روشمندی ایجا انجام بشه به درجات، با احتیاط، با صد تا اما و اگر، کمابیش ایرادی نداره. ولی وقتی که این شکل از داوری، یعنی داوری های پسینی، جنبه های فرقی، باندی، ایدئولوژی زده، عوام زده، قدرت زده، سیاست زده، همه ی زدگی هایی که من دارم میگم آفات تاریخ نگاری ما هستن، وقتی این جنبه رو به خود میگیرند که گرفتند، تاریخ اینجا تبدیل به جنگ فرقه ها و باند ها میشه و تاریخ نویسی های ما داریم که در حد بیانی های سیاسی این گروه علیه او گروه تنزل پیدا میکنند. آقای دکتر شما که سابقه کار دیپلماتیک دارید، فکر میکنم شاید بتونید این موضوع رو با نگاه امروز بیشتر بهش بپردازید که ویژگی های دیپلماسی مصدق رو دیگه در چی میدیدید شما؟ عرض کنم که قبل از اینکه این رو پاسخ به این سوالتون رو عرض بکنم، در سوال اول یک اشاره هم کردید به بحث به اصطلاح شرکت خصوصی و اینکه این شرکت، اینو من ناگفته گذاشتم. ببینید ادعا میشه که شرکت نفت انگلیس و ایران یه شرکت خصوصی شفاف بوده مثل شرکت های خصوصی که الان تو اروپا و آمریکا و اینا هستن و تابع قانون هستن، شفاف بوده و اگر این میموند فعالیت بخش خصوصی و شفافیت در اقتصاد رو تقویت میکرد. واقعا نادرستر و اشتباهتر، حالا حداقل تعبیراتی است که من میتونم به کار ببرم، از این تعبیر نمیشه پیدا کرد. شرکت نفت انگلیس و ایران اولا یه بر اساس یه امتیاز استعماری شکل گرفته بود، ثانیاً که خب این امتیاز تمدید شد، و بعد این شرکت خصوصی نبود. خیلی ساده نقطه شروع این بحث این هستش که اصلا این شرکت خصوصی نبود، این شرکتی بود که 51% متعلق به دولت انگلیس بود، دولت انگلیس نمایندگانی در اکثریت نمایندگان در هیئت مدیره رو داشت و تصمیم گیر بود و حق وتو داشت و خط مشی شرکت رو تعیین می‌کرد. و این شرکت
تأمین کننده سوخت نیروی دریایی معظم انگلیس بود. از 1914 به بعد که شرکت نفت که به نیروی دریایی انگلیس نفت سوز شد به جای زغال سنگ، این تأمین میکرد، با تخفیف تأمین میکرد، نفت به اصطلاح شرکت هواپیمایی انگلیس رو تأمین میکرد، با تخفیف تأمین میکرد، به ضرر ایران تأمین میکرد، یعنی از نفت ایران و از درآمدی که به ایران میخواست به اصطلاح حاصل بشه این تخفیف ها کسر میشد و شرکتی بود که در ایران دفاتر سیاسی و دفاتر اطلاعاتی داشت. اون اداره تبلیغات و انتشارات شرکت نفت، کمپانی نفت توی خیابون نادری شعبه داشت، این یه مرکز عملیات اطلاعاتی و روانی و تبلیغاتی در داخل کشور بود که بعد اون بعد از اینکه بحث شرکت بحث ملی شدن پیش اومد و اسنادش رو منتقل کردن به خونه یه نفر توی خیابون حافظ طرف خیابون قوام سلطنه اون موقع، و بعد اطلاعاتی داده شد و حکومت یعنی قوه قضاییه دادسرا با حکم رسمی رفتن سر اون، رفتن اونجا رو تفتیش بکنن، محل دیپلماتیک هم نبود میتونستن تفتیش بکنن، و نهایتاً این شد که یکی دو ساعت معطل کردن، شروع کردن به آتیش زدن اسناد. حالا بخشی از اسناد قبلا برده بودن به کنسولگری انگلیس، سفارت انگلیس، شروع کردن آتیش زدن. بخشیش رو که به دست اومد مشخص شد که چه کسایی چجور اینا فعالیت میکردن و با چه کسانی ارتباط داشتن در داخل کشور، در چهارچوب همون سیاسی کاری در داخل کشور، اعمال نفوذ و اعمال قدرت در داخل کشور برای حفظ منافع، برای تداوم امتیاز. و خب البته مصدق یک کمیسیون 6 نفره، 3 نفر از سناتور، 3 نفر نماینده مجلس رو تعیین کرد که اتفاقا بعضی از اینها آنگلوفیل بودن. خب مصدق هم تعمدن این کارو کرده بود که آقا خودتونم باشین ببینین چه خبره. یا آقای سناتور طاهری اگه اشتباه نکنم مثلا معروف بود آنگلوفیله خودش هم، یا یه نفر دیگه، دو تا سناتور ظاهرا انگلیسی معاب بودن اینها. ببینید این شرکت، شرکت خصوصی شفاف نبود. شفاف بودنش به اصطلاح خیلی 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 واقعا گفتنش تأسف آوره برای اینکه بعضیا میگن این شرکت مطلقاً به ایران اجازه، همونطور قبلا اشاره کردم، مطلقاً به ایران اجازه دسترسی به دفاتر رو نمیدادن. میگفتن آقا اینقدر 1,000,000 پوند مثلا سهم تو شده بگیر برو. حتی ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش نوشته که میگه من رفته بودم لندن با فریزر مثلا مدیر عامل اون زمان صحبت کردم، گفتم آقا در این مورد خیلی تو ایران اعتراض میشه به شما که چرا دسترسی نمیدید. ایران به هر حال طرف قرارداده، ایران ملکش داره، استخراج میشه، اموالش داره، چطور شما دسترسی نمیدید؟ اجازه بدید این خود کلی مشکل رو حل میکنه. گفته بوده که مگر از رو جنازه من ایرانی ها رد بشن. اینو ابوالحسن ابتهاج نوشته تو کتاب خاطراتش. این خب این چجور شفافیتیه؟ اون چجور خصوصی بودنیه؟ حالا به هر حال در مورد بحث غرب ستیز بودن مصدق که شما سوال فرمودین و سیاست خارجی مصدق، ببینید اولا همینطور که اشاره کردن و بنده هم یه اشاره گذرایی کردم، وارونه خوانی تاریخ، از جلو به عقب خواندن تاریخ، اینها یه مسئله است. بحث استقلال ظرف چند دهه گذشته یک تأکیدات و افراط‌های زیادی شده در موردش و متاسفانه به شکلی تبدیل شده به انزوا. یعنی استقلال نیست دیگه، اینجور تندروی ها، این دیگه انزواست. حالا با توجه به شرایط امروز این رو تعمیم میدن به 70 سال پیش، 80 سال پیش و میگن مصدق هم همین کار رو میکرد. استقلال خواهی اصلا چه معنی داره؟ و اصلا اصل نفس استقلال خواهی رو بعضیا تجدید نظر طلبا در این قضیه زیر سوال بردن، میگن اصلا چرا استقلال برای چه معنی، چه لزومی داره ما اصلا مستقل بشیم؟ در صورتی که استقلال هم به عنوان یه مفهوم تاریخی تعبیر و تفسیر و تعبیل‌های متفاوتی در مقاطع مختلف تاریخ ازش میشه. یعنی امروز استقلال وقتی میگیم فرق میکنه با استقلالی که در زمان استعمار میگفتیم. در زمان استعمار قدرت‌های استعماری با هم دیگه رقابت داشتن برای اینکه کشورها رو مستعمره خودشون بکنن یا به شکل نیمه مستعمره اداره بکنن. انگلیس و روسیه در ایران روشن تاریخش که انگلیس دو تا جنگ به ایران تحمیل کرد، قضیه هرات، قضیه حالا پلیس جنوب و خیلی چیزای دیگه،
روشن بود درجه دخالت انگلیس در اون زمان. این ادامهش در جریان جنگ سرد یه خورده تعدیل شد، متأ وجود داشت. باز دو قطب در جریان جنگ سرد دنبال این بودن که وزیر و وکیل رو در کشورهای مختلف تعیین بکنن، تقریبا مثل همون مثل همونی که در دوره استعمار می‌کردن. در دوره استعمار خیلی براشون مهم بود که این حتما مثلا انگلیسی‌ها دنبال این بودن که آنگلوفیلا رو بیارن سر کار، روس‌ها دنبال این بودن روسوفیلا رو بیارن سر کار، سفارتخونه‌هاشون به این پناهندگی می‌داد، به اون پناهندگی می‌داد، نمی‌دونم بسنشینی و انواع مداخلات. خب این استقلال اون زمان برای اون مردم ملموس و محسوس بود که چطور قدرت‌های استعماری دارن مداخله می‌کنن. مردم اون زمان و فعالان سیاسی اون زمان و کنشگران سیاسی اون زمان نمیتونستن نسبت به مسئله استقلال بی‌تفاوت باشن. بعد از پایان جنگ سرد مسئله خیلی تعدیل شد، برای اینکه جنگ سرد که تموم شد هرس دو ابرقدرت برای دخالت در کشورها در حد تعیین وزیر و وکیل و مقامات و اینها، برنامه‌ها و برنامه‌های توسعه و اینها خیلی فروکش کرد. یه سری از کشورها تبدیل شدن به کشورهای در حاشیه اصطلاحاً، یعنی آمریکا و روسیه و قدرت‌های اروپایی و اینا دیدن این دیگه حالا برای ما خیلی مهم نیست، چون کسی دیگه نیست که بیاد بره اونجا پایگاه بخواد بره پایگاه بزنه، پایگاه نظامی بزنه، در نتیجه حالا مهم نیست. اینی که اهمیت استقلال تا حدودی که کم شد، تا حدودی نه اینکه به طور کلی منتفی شده باشه، تا حدودی کم شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب طبیعتاً قدرت‌های خارجی از کشور حذف شدن، طرد شدن و مسئله استقلال موضوعیت خودش رو چون تأمین شده بود از دست داد دیگه. و بعد اون وقت تأکید افراطی در حد منزوی کردن کشور باعث ناراحتی خیلی ها شد. اون وقت یه عده اومدن ندانسته همین رو تعمیم دادن به دهه 1120 و پیش از اون. مصدق بحث در دیپلماسی خب با توجه به شرایط اون زمان بحث موازنه منفی رو مطرح کرد. بحث موازنه منفی هم بعضی وقتا در دوره معاصر بعضی جاها من دیدم برداشتی ازش میشه که به نظر من برداشت درستی نیست. موازنه منفی، موازنه مثبت برمیگرده به دوره استعمار، برمیگرده به مسئله امتیازها، که اگر یه امتیازی به این قدرت استعمارگر میدید یه امتیازی هم به اون یکی قدرت استعمارگر بدید که راضی بشن هر دو. و خب مصدق گفت که به هیچ کدوم ما امتیاز ندیم و در قضیه در آذر 23 هم با اون ماده واحده‌ای که در مورد عدم اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی این رو عملیاتی کرد، در عمل این رو پیش برد. این سیاست موازنه، این سیاست موازنه منفی که مد نظر مصدق بود، اجتناب از دادن امتیاز به قدرت‌های خارجی و اینکه ایرانی‌ها سعی بکنن خودشون منابعشون رو استخراج بکنن با گرفتن کمک از کارشناسان خارجی، شرکت‌های خارجی، به صورت قرارداد و بیع و اینجور چیزا، این بعداً تحول پیدا کرد در دوره جنگ سرد، در زمان صدارت نخست وزیری دکتر مصدق، به سیاستی که ایشون تعبیر ازش میکرد سیاست یک طرفی، نفی سیاست یک طرفی، مخالفت با سیاست یک طرفی، به این معنی که ما حالا که شرق و غرب در مقابل هم سفارایی کردن، کمپ غرب و کمپ شرق مقابل هم سفارایی کردن، سیاست خارجی ما نباید به گونه ای باشه که متمایل به این کمپ بشیم یا متمایل به اون کمپ بشیم. و این رو عملیاتی و اجرایی کرد در مواردی، مثلا یک موافقتنامه‌ای که بین ایران و آمریکا قبل از مصدق تصویب شده بود، این در زمان مصدق صحبت تمدیدش شد، این رو اصلاح کرد بعد پذیرفت، اینو اصلاح کرد بعد تایید کرد. این سیاست نفی یک سیاست یک طرفی، نفی سیاست یک طرفی بعداً تکامل پیدا کرد در سال 1956، دو سه چهار سال بعد، به عدم تعهد. یعنی دقیقاً اون چی که جنبش عدم تعهد گفته شد و اون ایدئال ها و آرمان هایی که جنبش عدم تعهد داشت پایه‌گذارش مصدق بود. موازنه منفی رو دقیقاً نمیتونیم بگیم، چون دیگه در اون دوره‌ای که مصدق نخست وزیر شده بود عصر امتیازات دیگه تقریباً تموم شده بود، عصر استعمار تقریباً تموم شده بود و مسئله این شد که باید به اصطلاح از
با این کمپ یا اون کمپ نزدیک شدن به لحاظ مثل مثلا پیمان بغداد که ایران وارد شد در دو سال بعد از کودتا، که خب یعنی رفتن به سمت اردوگاه غرب و تعهد نظامی پیدا کردن در برابر اردوگاه غرب، اینو مصدق مخالفت میکرد. یه نکته دیگه که در مورد این در ارتباط با این سوال شما مطرح است، بحث غرب ستیز بودن مصدق، یعنی یه استدلال، یه بحثی که مطرح میشه این هستش که مصدق غرب ستیز بود. خب این مطلقاً درست نیست، این مطلقاً نادرسته. یعنی ما غرب ستیزی در مصدق نمیبینیم به هیچ شکل. مصدق در سن 20 و حدود 5 سالگی اینا برای تحصیل رفت غرب، رفت پاریس، یه مدتی برگشت، رفت سوئیس، با خانواده رفت سوئیس، بچه هاش رو توی پانسیون های اونجای گذاشت، بچه های کم سن و سالش رو توی پانسیون سوئیسی گذاشت اومد، و البته حالا اصرار داشت که شما فرانسی که دارین یاد میگیرین فارسی یادتون نره. یعنی کسی که غرب ستیز باشه کنشش این نیست. یا در مورد مثلا فرض کنید در دوره کشف حجاب در دوره رضا شاه چیز داره، نوشته داره اگه اشتباه نکنم، میگه ما در خارج هر آزاد بودیم، هر جوری خانمم و بچه‌ها و این هر جوری که می‌خواستم، ولی در ایران چون دستوریه ما در مورد این در مقابل این دستور مقاومت می‌کنیم. یا در مورد کلاه فرنگی و این جور چیزا، در خارج هم لباس فرنگی می‌پوشید هم حالا فوکل و کراوات اون زمان، و یعنی هیچ شما نشانه ای از این که تمایلات غرب ستیزانه در مصدق رو یک مورد رو نمیتونید نشون بدید. یه چیزی که خیلی مهمتره بحث دموکراسی پارلمانیه. مصدق با تاکید بر حاکمیت قانون و قانون اساسی و تفسیری که از قانون اساسی داشت، مجلس رو در مرکز امور میدید و میدونست و تعامل مجلس و دولت رو با همدیگه راه اداره کشور میدونست و شاه و دربار رو معتقد بود که جنبه تشریفاتی دارن، مثل سایر سلطنت‌های مشروطه، مثل انگلیس، مثل جاهای دیگه. مصدق چندین بار رکورد هست ازش که گفته مشروطه سلطنتی ما باید مثل مشروطه سلطنتی کشور مادر یعنی انگلستان باشه. در مجلس از سخنرانیش گفته، در کتاب مالیه که نوشته اصول قواعد مالیه در اون اشاراتی در این مورد داره، در کتاب دکتر غلام حسین مصدق فرزند ایشون چند بار تأکید شده که مصدق معتقد بود که ما باید از رژیم مشروطه سلطنتی انگلیس تقلید بکنیم. کسی که غرب ستیز و تمجید از انگلیسی ها، ببینید در زمانی که والی فارسه، در زمانی که در تهران نماینده مجلس یا وزیر مالیه است یا وزیر خارجه است، روابط دوستانه با انگلیسی ها داره. توی نوشته هاش، توی خاطراتش کاملا مشخصه، از بعضی از انگلیسی ها تمجید میکنه، میگه اینا واقعا آدم های اصیلی هستن که به مملکت خودشون دارن خدمت میکنن، حالا به ما ظلم میکنن، ما باید جلوشون وایسیم، اجازه ندیم به ما ظلم بکنن، ولی اینا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، به کشور خودشون خدمت میکنن و رابطه دوستانه ای با اینا داره. و اینا مواردی است که عکس این فکر رو مطرح میکنه که غرب هیچ نه تنها نشانه غرب ستیزی از مصدق نمیبینیم، بلکه برعکس نشانه هایی میبینیم که حاکی از علاقش به یک سری از رویه ها و روش هاست، از آزادی مطبوعات، از آزادی ها، آزادی مطبوعات، نظام های دموکراتیک در غرب همیشه تمجید میکنه. یعنی کسی که از نظام های دموکراتیک در غرب تمجید میکنه و میگه تقلید ما باید تقلید کنیم از فلان نظام مثلا انگلیس، چطور ما میتونیم اینو بگیم غرب ستیزه؟ کسی که میگن غرب ستیزه، یک مشکلی که ما داریم این هستش که آقایونی که صحبت‌هایی می‌کنن، این صحبت‌ها هیچ مستندی نداره. یعنی تاریخ رو ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بر اساس اسناد و شواهد تاریخی مرور بکنیم. هیچ نشانه‌ای، هیچ شاهد و قرینه‌ای آقایون در به اصطلاح در تایید اظهارات خودشون، کسایی که نظرات جدید دارن، ارائه نمی کنن. و این ارائه نکردن واقعا مشکل میشه اون وقت برای منی که مثلا میخوام ببینم که آقایون برای چی میگن این غرب ستیزه، خب از کجا میگن؟ اگر شاهد و قرینه و سند و شواهد تاریخی ارائه بکنن، خب ما میتونیم بریم اون رو بخونیم، مرور بکنیم، بررسی بکنیم و اگر درسته تایید بکنیم.
ببینید درباره همین شرکت خصوصی اینها و آقای دکتر احمدی هم اشارات خیلی روشنی داشتن. بعد از اینکه دولت انگلیس قرارداد دارسی رو در بورس انگلستان سهامدار عمده شد، شما برید، این رو ما ایرانی ها نمیگیم، برید اسناد و مدارک خود انگلیسی ها و سر و صدایی که حزب کارگر برپا کرد، مکدونالد رئیس حزب کارگر در اون زمان در سال 1914 یعنی اوایل جنگ جهانی اول در مجلس انگلستان داره حوار میزنه که آقا این کاری که شما کرده اید خلاف همه اصول حکمرانی انگلستانه که مبتنی بر لیبرالیزمه، لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی. از این به بعد دولت ما در مقام تاجر و بازرگان قرار گرفته و ناچار میشه برای حفظ منافع خودش در یک کشور دیگر دخالت‌های غیرقانونی بکنه و در واقع دولتی در درون دولت دیگر تشکیل بشه بده. این ما نمیگیم، این خود انگلیسی ها 100 سال پیش 110 سال پیش معترض بهش بودن که آقا شرکت نفت انگلیس و ایران که شکل گرفته ماهیتاً سیاسی شده و خصوصی هم نیست، دولتی شده. چون دولتی شده سیاسی شده، یعنی از کار اقتصادی دور شده. بعد من از شما میپرسم آقای غلامی و از اونایی که این حرفا رو میزنن، کدوم شرکت خصوصی میاد در یک کشور دیگری که امتیاز نامه گرفته با ایلات و عشایرش ساخت و پاخت کنه، شرکت نفت انگلیس و بختیاری تشکیل بده، امتیاز انگلیس و بختیاری در واقع با بختیاری ها امضا بکنه، با شیخ خزعل قرار و مدار بذاره، بعد اداره ایلات و عشایر در درون شرکت تشکیل بده؟ کجا ما این رو دیدیم؟ کجای کره زمین چنین نمونه های رفتارها هست؟ شرکت های آمریکایی که با جاهای دیگر قرارداد بستن، مثلا همین شرکت آرامکو رو شکل دادن در عربستان، از این سنخ کارها شما یه نمونه بیار پیدا بکنیم ما.